روزان میشه یه ها تیرو تا پایی تو او اخان اون که آستینش ماره. خوش اومده بچه ها به این قسم از ریاکشن ویدیو های کانال خودتون فرش فلیف تو این ویدیو چک با تو هیپاپولوژیست کاغان فیت چسی مح سا دادیاری دهیاری دادیار فامیلمونه دهیاری رو قراره با هم دیگه گوش کنیم از آلبوم نسخه از کانال یوتیوب هیپاپولوژیست که لینکش رو دیسکریپشن گذاشتم میتونید چک کنید لینک رو به جز اون لینک کانال یوتیوب دلول کانال یوتیوب اسنره تو دیسکریپشن هست چک کنید اونجاها رو هم شاید ویدیوهایی باشه که دوش داشته باشید اگر فورگان ها رو با جی دی دیو کامنت بریم سراغ شنیدن با تو از 4 تا اسم بیت پرودوسر کاغان و دوستی و ویژوال هم امیر آشوری و ویلان و میسار آرتیست چیز کردیت هایی که در کل آلبوم تقریبا یکسانه. من خانم مهسا دهیاری هم نمیشه دهداری ای بابا دادیار دهدار دهیار داد هار سخت شده زندگی اسما سخت شده واسم تلفظش من نمیشستم اینجا قرار اولین آشناییم با اجرای خانم شه چشات قرمزه تنتم سیاه سر صبح میچست و بغلت زیاد دم زور مامانه دنبالت میاد میدونه داریم چی صدای شبی سرما خورده هاست چرا یه ذره سر صبح میچست دست به بغلت زیاد سرما خورده هایی که دم صبح بیدار بشن میخوام وایس کنم دوست دختر دور مامان دنبالت میاد میدونه داریم ما به همه تیاد میری تا فردا دل من تنگه دل تو هم تنگه ولی مجبوری بغلش با خنده های مصنوعی چقدر مسمومه تو واسه ممنوعی دلم میخوده چون هر کی عاشق شده یه ردی داده زنگ زده سوقی بگه چقدر بیاره بغل موک دلم میخواد چون هر کی عاشق شده یه ردی داده داشت میدونی اینا رو از اکساش این تعریف یاره بود رد فلگ اصلا از این رفته نیست بوده چون هر کی عاشق شده یه ردی داده زنگ زده سوقی بگه چقدر بیاره بغل محکم تو سنخ سیگاره تو که دلت سفیده چشا چقدر سیاهه فصل ها رفتن تو من فاز کسکره که هم همینه که هست همین است که هست اگه یه نخ سیگار دلت بخواد چی؟ فشار رو باید تنظیم کرد کم سنخ آروم دستشو بگیری میشه سکام سیگار بغل محکم تو سنخ سیگارتون که دلت سفیده چشا چقدر سیاهه فصل ها رفتن تابستون تموم شو برگذردم بهت خول میدم فردا رو هر جا رفتم یادت با من پروازت من بی من برسن خون نزد کم سفیده چشا چقدر سیاهه فصل ها رفتن تابستون تموم شو برگذردم بهت خول میدم فردا رو هر جا رفتم یادت با من پروازت من بی من برسن خون نزد کم بود فویسامو پلی کن دستات سر بود نواش هر جا بستر بارم بود که بعد میگن از نمو چند تا فلوی دوکی خیلی جذاب با اینکه من این دوکی قرص رو کلن من مود اون ترک ها 100% خیلی مخاطب داره این کاملا نظر شخصی من دوکی ترپی و خیلی دوکی ترپ استار ترپ ترپر دوکی دریلر رو خیلی بیشتر از دوکی قرص دوست دارم ولی کاملا واضحه اپروچ دوکی روی این بیت و توی این ترک کاملا اپروچ قرصی طوره با یه انرژی یکم بیشتری توی بیت بیتش خیلی باحاله یعنی من بیت این ترک رو ترجیح میدم به بیت دو تا ترک قرصی که از دوکی داشتیم و اونا ترک های خفنی بودن میگم کاملا این نظر شخصی موپله کن دستا سر بود نوا شرج و بستر بارم بود که بعد میگن از نما چند تا هم روش لب تر کنی من پیدام میشه بعید تا بیام تهران پیشه هر وقت که برم چه اکاس ببخش داف تهرانی زدن لب تر کنی من پیدام میشه بعید تا بیام تهران پیشه هر وقت که برم چشمات خیسه پا بهم نگو مال منی چشمات دیگه دیوونم میدونی واسه هم میمونی میدونم میدونی بیتا پله میشه میخونم میخونی خولم ردی تو هم دیوونم میکنی دیگرانی باز برم غیب بشم چی بستم و گریه کردی بیبی زود میاد دیت بعدی هیچکی مثل تو این منی نه بیت بعدی شاید منظورش چیزه منزل به خانوم میگم منزل منزل عربیش بیت یا اگر بری زن بعدی سری میاد دوباره نمیدونم مغز کثیف من علکی کلمات رو هم رفت بعدی بیبی زود میاد دیت بعدی هیچ کی مثل تو این من نی نه دورم تاریک تاریک جای تو خالی خالی تو هم سانی خالی زخم تو کاری کاری باشیم کنارم تو بگو میخری خاطرام و چند تو بگو با هم فرق داره چی میشه باشیم کنارم تو بگو میخری خاطرام و چند تو بگو با هم فرق داره راه من حاجی آد نمیگی دیگه
سفاز آدم میپرونه، صدا به اون نازوکی، بعدش صدا به این کلوفتی. داداش یه ترانزیشن، یه اختاری، یه بچه ها چرسی الان میخواد بیاد، حواستون باشه. صدا رو نگاه، سفید یوسیو میشه باشیم کنارم، تو بگو میخری خاطرامو، چند تو بگو با هم فرق. ولی میکس صدای چرسی اینجا چقدر تمیزتر از میکس قبلیشه. داره راه من، چرا همیشه من برم رو کش، یه بار تو بگو فرق دو تامونو میریم رو مخم بیاد که جامونو نباشم تو بغلت روز ابری. میخوای به کی بگی ذوق تا بارونو، همه میدونن اخلاقم بده، آدم تندی ام میبندم چمدون، هر هفته یه بار توی پروازم بیرون کردی آدم تندی. چه مرسی داره آدم تندی هم اخرام بعد تا کسپگی شمیدونو هستم رفتم بابا سکته کن. کی بگی ذوق تا بارونو، همه میدونن اخلاقم بده، آدم تندی هم میبنم چمدون، هر هفته یه بار توی پروازم، دوریم کرده منو از همه دور، داری قایم میکنی تو چیو. چه ورسی داره شهر به من توی پروازم، دوریم کرده منو از همه دور، داری قایم میکنی تو چیو. به من راست میگن چشمای مشکیت، دلتنگیت میزنه بیرون حتی از پشت اون لنزای رنگی. تو واسم رازیه ویکتوریا، قبوله که سردن شاتوی رازیه ویکتوریا، پشت اون لنزای رنگی. تو واسم رازیه ویکتوریا، قبوله که سردن شاتوی روسیم، ولی جمله هم گرمتر میشن وسط شعرهای شبونه روتین. شاکی از خطای سفید رومیز، فشا تو در و دیوارمش کوبیده، نمیشه باشم نه که برم، انگار همش چه پام رو مینه، غیر تو همه چی مقطعیه. خیلی ورس شرسی خفن بود، از ورس دوکی بهتر بود به نظرم، از بجز اوکی و بجز چکه آخری چی بود خدایا، با دهقان یادم رفت. حافظم قول داده بود بهم که درمان چه، درمان نشد بدی. دام ماشاءالله قولشو به قولش عمل کرد. از بجز اون دوتا به نظرم بهترین ورسیه که من از چرسی واقعا تو 10 تا چک اخیر ازش شنیدم. خیلی ورسش باحاله، لیریکسش یعنی باحاله. چرسی هیچ وقت قسمت باحال اجراش و ورسش و آهنگش لیریکسش نبود هیچ وقت، مثلا لیریکسش بیشتر فیلر بود، ولی خب اجرای خیلی قفنی داشت. خیلی باحال نمیشه باشم نه که برم، انگار همش چه پام رو مینه، غیر تو همه چی مقطعیه، میایم به هم چون نبودی بد سلیقه، همه از دورم برن نمیره، حسی که تو قلبم اولینه، غیر تو همه چی مقطعیه، میایم به هم چون نبودی بد سلیقه، همه از دورم برن نمیره، حسی که تو قلبم اولینه، دورم تاریک تاریک، جای تو خالی خالی، گفتم یه ایسه غیر منتظری داریم، پک 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 هم داشتیم. لالالالا لالالالالالالالا چه اتفاقات عجیبی تو بیت داریم میفتیم. جنگ. خب در کمال تعجب من ترکو اصلا دوست نداشتم. ترک بد نبود اصلا ها. یعنی من میتونم واقعا مثلا 7 بدم به ترک، ولی اصلا دوست نداشته باشم ترکو. آخه میدونی خیلی احساس میکنم ترکیه که تکرار یه فرمول برنده است. یه فرمولی که توی قرص دوکی بهش رسیده. چرسی توی 52 هرتز مثلا این فرمول امتحان کرده و با یه پروداکشن متفاوت. نمیدونم منو اصلا تاچ نمی‌کنه ترک. البته درسته که الان مود کسکره که میخوره زیادی بالاست، ولی تو احساسی ترین حالت ممکنم هم این ترک نمیدونم چرا من این ترک من رو تاچ نمیکنه. اولا که به نظرم مهسا دهداری ای بابا میگم دهداری اونقدر پرفورمنس عجیبی نداشت، هرچند صدای پر احساس و جالبی داشت. من تا کلیت کورس به نظرم کورس جالبی نبود، برای اینکه فقط یه کورس رو یه دختر بخونه هیچ نقش دیگه نداشته باشه خیلی یه جوریه دیگه. من ترجیح میدم واقعا بک وکال خانم میخونه، با اینکه احتمالاً این کارو نمیکنه خانم و شاید بهش بر بخوره، ولی به نظر من جذابتر از اینه که کورس رو بدیم یه دختر بخونه مثلا با یه صدای متفاوت. مثلا یه فرمول قدیمی و کورس هم اونقدر مثلا چیز پشمزونی واقعا در نمیاد. به نظرم
شیمی خوب هیپاپولوژیست و چرسی و با کمال احترام به خانم مهسا، یعنی من نمیگم ایشون این کارو کرد، اضافه شدن یه صدای اینقدر خارج از بازه، خارج از طیف، به این طیف صدای چرسی و هیپاپولوژیست که نزدیک هم بود، احساس کنم شیمی و خر به هم میریخت بیشتر. واسه همین میگم یه بک فوکال استفاده میشد از صدای مهسا دهداری. من همینجوری هم میگم بک فوکال، منظورم اینه که به نظر من این کورس رو خودشون میزدن جالبتر میشد با اینکه نه با اینکه ادامه نداره. چک پروداکشن خیلی مینیمال تر داشت، پروداکشن کلاب تور ولی کلاب لوتر، این کلاب بکو و بترکون. و شاید واقعا یکی از دلایل ارتباط برقرار نکردن من با چک تیز نبودن زبون سروش، مثل تیزی که تو قرص داشت، مثل تیزی که توی 5AM بود، یه تیزی داره زبونه. یه فریستایل استانبول بود فکر کنم، مثلا اونجا هم زبون تیزی داشت. من نمیدونم، من میگم فن این ورژن دوکی نیستم، هیچ وقت نبودم، بیشتر فن دوکی ترپر هم و دوکی جیلر، ولی یه تیزی زبونش داشت توی خوندن از عشقش، توی خوندن از کارهایی که با دختر مثلا نباید میکرد، شیطنتایی که میکردن با هم دیگه، دلتنگی‌هاش، چه میدونم اگه برگردی چی میشه، یعنی بالا آوردن اون دغدغه ها، بالا آوردن اون نگفته ها روی کاغذ، همیشه با یه زبون تیز مینوشت ازشون. به نظرم اینجا اون تیزی رو نداشت واقعا. اصلا من میگم لیریک چرسی هیچ وقت، آخه دوکی واقعا لیریکس نویس خفنی، یعنی تو اجرا من چرسی رو بیشتر قبول دارم. چرسی اصلا صداش، واقعا صداش باعث میشه اجراش از نصف رپرهای فارسی بهتر باشه. ولی از اون طرف سروش رو همیشه تو نوشتن من بیشتر قبول داشتم، اینجا کاملا برعکس بود. چرسی بنظرم خیلی منسجمتر نوشته بود، خیلی ساده در این حال لمس کننده و تاچ کننده نوشته بود. اون تضادایی که استفاده میکرد، تضاد منظورم چیه، مثلا دوکی تیکه گفت دوستت سفید چشات مشکی، چی نه قلبت سفید چشات مشکی فلان، مثلا به اینا میگن تضاد دیگه. یه سری تضاد استفاده کرده بود، مثلا چرسی جالب بود، یه سری مثلا من نمیتونم برم یه پام رو مینه، مثلا تشبیه خیلی باحالیه. نمیگم نشینم تا حالا استفاده نکرده کسی تا حالا، ولی تشبیه حداقل کمتر استفاده شده، مثلا شمع و پروانه و پروانه و پیله و اینجا حداقل نیست که 37 بار بر ثانیه آدم بشنوه. تشبیه باحالیه وقتی یه پات رو مینه، یه پات ورداری میتره که و فلان دیگه. یا چه میدونم چند تا تشبیه باحال است. میگم ورس چرسی خیلی باحال، شاید اگر ورس دوکی در حد بهترین ورس های احساسیش بود اینجا منو تاچ میکرد، ولی اونقدر تکرارات منو تاچ نکرد. دروغ چرا، ورس چرسی اون بیشترین چیزی بود که تو ترک دوست داشتم. بعد پروداکشن جالب بود، خیلی برای صدق و 48 ثانیه به نظرم یکم دیگه خیلی ساده بود و بدون ایده. چون یه جوری بود درامنمون انقدر خالی بود نمیشد دراپ بدی، یعنی دراپ میدادی هیچ فرقی نمیکرد با درام ندادن، کار خاصی نمیشد کرد توی بیت. ولی آره تقدیر تجربه اول مار چندن ترک واسه من 5.5 ترک بدی نبود واقعا، من نمیتونم بگم تک بد بود، منو تاش نکرد صرفا تبدیل تجربه اولی مشاهدن منه دیگه. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این چک ریا که ویدیو میدو رایت داشتید نداشتید، فورگن یادتون نره توی کامنت، ویدیوهای کانال رایت دوش داشتید، سابسکرایب یادتون نره، زونگ زونگ بغل سابسکرایبم برای کسایی گذاشته شد که میخوان از آپلود ویدیوهای بعدی مطلع شن، دوست داشتید روی این زنگول فشار بدید. تا ویدیوی بعدی.